درود بر شما، بامداد نکو باشه. 15 روز کجایی؟ چرا هیچ خبری ازت نیست؟ عرض میکنم خدمتتون، ابتدا رفتم تو تعطیلات کریسمس، گفتم خب هیچ خبری نیست. بعدش که از تعطیلات کریسمس در اومدم، به سبب اینکه یهو خبر امروز قطع شده بود، من بدنم شل کرده بود. صبح به سختی از خواب پا میشدم، البته که خب از اون ورم با خیال راحت شبا به کارهای دیگه هم میپرداختم که یک سال بود بهشون نمیپرداختم و یه مقداری سخت شده بود کارا رو مرتب بکنم. بعد دو تا سفر کاری رفتم، یه دبی رفتم خیلی مختصر مفید کاری، بعد رفتم اصفهان برای سخنرانی تد و جابجا کردن دوربین و اینا برام واقعا دردسر بود طبق تجربه‌ای که به دست آورده بودم تو این یک سال. تنها چیز مهمی که این چند وقت از دست دادیم نمایشگاه CES بود که خودم خیلی افسوسشو میخورم. واسه همین برنامه‌ای که دارم اینه، طی روزهای آتی لابلای اخبارمون چند تا خبر مهم CES هم قرار بدیم. خب طبیعتاً از ترند بودن افتاده، ولی خب کار در میاره. به جز این دیگه چه خبر مهمی از دست دادیم؟ هیچ خبر دیگه ای رو از دست ندادیم، خبر خاصی نبوده. دو روز دیگه سامسونگ معرفی میشه، S24 ها. حالا میریم یه خلاصه از اخبار رو با هم مطالعه میکنیم، یعنی براتون میخونم بعدش خبر امروز و بعدش هم بلو بلو در چنین روزی. اخباری که امروز براتون میخونم مربوط میشه به وایفای نسل 7 و یه سورپرایز داخلش دارم. از گوشی‌های جدید معرفی شده صحبت میکنیم، در مورد گلکسی S24 یه قابلیت بسیار مهمش صحبت میکنیم، گوشی ترند هفته رو حرف میزنیم، ربات‌های انسان نما، یوتیوب، چند تا خبر دیگه و یه خبر مهم در صنعت باتری. یه اتفاق مهم افتاده، ولی باتری خودرو، نه باتری موبایل و گجت‌های IT. دیگه چی داریم؟ در مورد CES هم دوتا خبر میخونیم و بعدش همین میریم تو توییت خانی. دقیقا در چنین روزی 56 سال پیش، 15 ژانویه، شخصی تحت عنوان رالف بایر که به عنوان پدر صنعت بازی‌های کامپیوتری میشناسیمش، یه پتنتی رو ثبت میکنه. نام این پتنت چی بوده؟ اولین کنسول بازی تلویزیونی بوده با نام ماگانوف اودیسی. ماگانوف اودیسی چیه؟ الان بهتون نشونش میدم. این کنسول ماگانوف اودیسی است. بزرگش کردم بهتر ببینید، بذار خیلی بزرگش کنم. این اولین کنسول بازی تلویزیونی بوده. بر قیافش اصلا شبیه، بیشتر شبیه مثلا به شبیه هیچی نیست. شبیه نیو جرسی است تو دیوار جاده تو جاده میذارن. بیشتر شبیه اوناست. خلاصه که ایشون خالق اولین کنسول بازی بودن 56 سال پیش و امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم منتظریم GTA 6 بیاد. وای بچه، من هر از گاهی به GTA که فکر میکنم، این مدلی هم که جهان بعد از GTA 6 چه شکلی میشه؟ مثلا ماها روزمره چی کار میکنیم؟ آیا همچنان میتونیم کار بکنیم یا تمام وقتمون میذاریم پای بازی کردن؟ بریم سراغ اخبار اصلی. در جریان هست دیگه، وایفای 7 وارد صنعت بازار داره میشه. صنعت بازار چی داره؟ وارد بازار میشه و گجت های بر اساسش دارن دیولپ میشن. یه نکته خیلی باحال اینه که همین الان یه گوشه موبایل هست که مجهز به وایفای 7 و اون گوشی چیزی نیست جز گلکسی S23 اولترا. بله، گوشی سامسونگ واسه پارسال. چطور؟ این وایفای 7 داره؟ مگه تازه وایفای 7 نیومده؟ چرا؟ درست میفرمایید. ببینید، مودم کوالکام 7800 که تو این گوشی به کار رفته وایفای 7 رو داره، فقط نکتهش اینه که سامسونگ فعالش نکرده. اینجاست، هنوز سامسونگ فعالش نکرده و اگرم فعالش بکنه از تمام قدرتش نمیتونه استفاده بکنه، یه میزان نصفه ای از پهنای باندش استفاده میکنه، ولی به هر صورت دارش. نمیدونم حالا اگر جز استراتژی سامسونگ هست یا نه، ولی اگر باشه خیلی قشنگ میشه. تصور کنید مثلا رو اندروید 15 یا تو همین اندروید 14 یه آپدیت بده، پوق وایفای 7 رو دستگاهاش در دسترس قرار بده. خیلی حرکت خفنی میشه به نظر من. اما به جز اون چه دستگاه‌های دیگه‌ای هستن که وایفای 7 رو پشتیبانی بکنن؟ تقریبا هیچ گجت دیگه‌ای تو بازار نیست. مشخصه می‌کنم به جز چند مدل لپتاپ مختلف که آخرین پردازنده‌های اینتل رو پشتیبانی می‌کنن و تو نمایشگاه CES به معرض نمایش در اومدن. پس در نتیجه به نظر بنده اصلا تلاش نکنید الان برید دستگاهی برای وایفای 7 خریداری بکنین، چون خیلی گرونه و مودمش نیست
با این وضعیت اینترنت هم خیلی لذت نمیبرید از اون سرعت بالا. پیشنهادم اینه که رو وایفای 6 و 6E کار بکنید. یه گوشی پرچمدار خیلی مهمی که این روز عرضه شده اوپو فایند ایکس 7 اولتراست. چرا الان دارم بهش اهمیت میدم؟ به خاطر اینه که دیگه رفتیم تو اون فاز که شرکت‌هایی هستن که مستقیم اوپو رو دارن وارد کشور میکنن. خب برند چینی خوبیه و من خیلی 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 خوشحالم مثلا این گوشی بیاد جای گوشی بومی. یه نگرانی هایی هست دیگه، خودتونم در جریانش هستین و منم به سبب یه سری حس های منفی نمیخوام خیلی الان بهش بپردازم، اما به صورت کلی در جریان باشید که یه سری برند های چینی که پیشتر نمیدیدیمشون بیشتر دارن دیده میشن. حالا هر سیاستی پشتش هست تا زمانی که به انحصار گوشیه، یعنی من راضیم به گوشی چینی، اینقدر بد نیست واقعیتش، اما تا زمانی که نریم سراغ انحصار در گوشی‌های بومی وطنی که هزار ماجرای ترسناک داره به همینا کاملا راضی باشید. از من بشنوید، گوشی‌هاشون خوبن، عملکردشون تکنولوژی بروزی توشون به کار رفته. اوپو فایند ایکس 7 اولترا یه اولین گوشی پرچمدار در دنیاست که دوال پریسکوپ داره، یعنی دو تا لنز پریسکوپ داخلش به کار رفته، یه 3X یه 7X اگه اشتباه نکنم، جلوتر بهش میپردازیم. همکاریش همچنان با هاسلبلات هست، کمپانی سوئدی که خیلی عملکرد خوبی تو تیون کردن دوربین و لنز داره. پنل پشتیش میبینید شیشه چرمه و نکته خیلی مهمش به کار رفتن سنسور LYT 600 سونی، از این سنسور یک اینچیه که البته یک اینچ نیست، یک اینچ در یک ابعاد مقیاس دیگری کوچکتر از یک اینچه، اما نکته باحالش این تصویری که دارید میبینید دو تا لنز پریسکوپ داره و یه دونه لنز 3X داره که از اوپو فایند ایکس 6 پرو به ارث برده، یه دونم لنز 6X داره که جدید بهش اضافه شده و کی سلینگ پوینت این دستگاه همین دوربیناش. در از دیگر مشخصاتش بخوام براتون بگم، خب یه نمایشگر فوق‌العاده داره، کواد اچ دی پلاس رزولوشنش، نکته مهمش 4500 نیت بیشینه روشناییشه در شرایطی که زیر نور خورشید قرار بگیره، خیلیه 4500، 2600 نیت آیفون و سامسونگ و اینجور چیزا، دو برابر اوناست کاملا. 16 گیگ حافظه رمشه، 512 گیگ حافظه داخلی، سیستم انتقال داده 4.0 UFS 4.0 و اسنپ دراگون 8 نسل 3. اینا امکانات سخت افزاری مهمش هستن، ولی عملکرد اصلی این دستگاه رو دوربیناشه. لرزشگیر اپتیکال دارن، لنز اولترا واید خیلی خوب داره و بعد منتظر بشیم وارد بازار بشه، بررسیش بکنیم ببینیم چی به چی. توان سرعت شارژش 100 واتی هستش، وایرلسش 50 واتی هستش، باتریش 5000 میلی آمپر ساعته. نکته خیلی جالبش در عکاسی حرفه‌ایشه که قابلیت عکاسی را تا 16 بیت داینامیک رنج عمق رنگ ها رو در هر کانال رنگی داره. یه خبر جدید بخوام براتون بخونم از گلکسی S24، اون اینه که آپدیت نرم افزاریش احتمال خیلی زیاد به 7 سال میرسه و اگر اشتباه نکنم به اندازه گوگل پیکسل هاست، یا گوگل پیکسل ها 8 سالن یا 7 سالن. فیرفون بود قبلا معرفی کردم، یه شرکت اروپایی بود، دانمارکی بود فکر میکنم، اونا هم 8 سال بودن یا 10 سال، متاسفانه این اعداد ارقام خوب تو ذهنم نمیمونه. این خب خیلی عمل کرده خوبیه، نشان میده که گوشی های موبایل بسیار جونسختر از قبلن شدن، ولی یه مسئله که هست سامسونگ گاس یا همون گلکسی AI که پیشتر در موردش صحبت کرده بودیم، هوش مصنوعی که سامسونگ مثل گوگل پیکسل ها میخواد داخل گوشه جدیدش قرار بده، احتمالاً رایگان نباشه، یکی دو ماه رایگان استفاده کنی بعد مثلا اشتراکش رو پرداخت بکنی. دیگر اخبار مهمی که از گلکسی S24 میتونیم براتون بگم این فکر میکنم مناسب باشه، دو سه روز مونده به لایوشون، ببینیم چه چیزایی ازش میدونیم. آها اینم بگم که مراسم لایو سامسونگ در صفحه اینستاگرامی خودم برگزار میشه، لایو برگزار میکنم با فروشگاه آوانید. آوانید کیه؟ یه فروشگاه معتبریه، اینا قبلا B2B کار میکردن، یعنی گوشی وارد میکردن میفروختن تو بازار، حالا میخوان به کاستومر و فروش، یعنی خریدار نهایی هم گوشی بدن، ما داریم کمکشون میکنیم صفحشون بیشتر دیده بشه، داریم حمایت میکنیم، براشون کمپین میریم، برند معتبریه و خیالتون راحت باشه نسبت بهش. نکته مهمش اینه که توی همین لایو گلکسی S24 اولترا قرعه کشی میکنیم، تنها کاری که کافی بکنید صفحه آوانید رو در اینستاگرام فالو داشته باشید.
آدرس صفحه آوانید رو هم در یوتیوب هم میذارم براتون. حالا میایم ببینیم چه امکاناتی رو ما از S24 میتونیم انتظار داشته باشیم. از نظر طراحی این گوشی تغییری نکرده، بهش هم خیلی نمیپردازیم. حالا یکی 2 میلیمتر ممکنه بالا پایین شده باشه، اما اسنپ دراگون 8 نسل 3 12 گیگرم تا 1 ترابایت حافظه داخلی، باتری 5000 میلی آمپر ساعتی، سرعت شارژ 25 و 45 وات و 2 مدل دستگاهی که اسپن داخل خودشون ندارن. مثل سالهای گذشته طراحی هیچ فرقی نکرده. تنها چیز ترندی که داخل این گوشیه گلکسی ای آی چیکار میکنه؟ براتون تکس تولید میکنه، عکس تولید میکنه، کد برنامه نویسی میزنه و علاوه اینی که تو بخش ادیت عکس ها دستش باز عکس ها رو براتون ادیت میکنه، رنگ بهتر به عکس ها میده، ادیت تصویر رنگ و پوست بهتری بهتون میده، یا مثلا احتمال میره که در آینده عملکرد بهتری در ادیت ویدیو هم براتون داشته باشه، حتی بتونه نویز محیطی رو کامل حذف بکنه. با وان یو آی 6.1 احتمالاً عرضه بشه و شاید گلکسی واچ 7 و یا تبلت های جدید سامسونگ هم در این مراسم باشه. جهان داره رو به این سمت میره که ربات های انسان نما بیشتر از قبل دیده بشن. کمپانی های زیادی الان در جهان هستن که دارن روی ربات های انسان نما کار میکنن. یکیش اپتیموس از تسلا هستش، اون یکی یونیتری اچ 1 هستش، اجیلیتی روباتیکس دیجیت هستش و از همه مهمتر و معروفترش اطلس از برند باستون داینامیکه. الان این رباتی که دارید میبینید از برند لیم ایکس داینامیک هست، نام رباتش CL1ه که این ربات به گفته خودشون به صورت ریل تایم موانع رو میبینه و برای موانع تصمیم میگیره که چطوری حرکت بکنه. همونطوری که میبینید راه رفتنش عادیه، اما اینجا دقیقاً اون نکته مهمیه که داره رخ میده. ببینید راه میره و سریعا ارتفاع پاشو میاره بالاتر و مانو درک میکنه. یه کمی میریم جلوتر، راه رویش روی پله هاست، پله ها رو خیلی قشنگ تشخیص میده. نکته جالب بعدیش اینه که الان شیبو ببینید چقدر قشنگ تشخیص میده، میاد پایین، بی نظیره. گرچه خب خیلی راه داره تا به یک دستاورد عمل کرد برسه، قیمتش منطقی بشه، ولی خب ما تو اون دوره هستیم که ربات های انسان نما دارن توسعه پیدا میکنن، این خیلی جالبه. یوتیوب در جهت مبارزه با اد بلاکر ها به شدت داره تلاش میکنه که اد بلاک استفاده نکنید. اگر نمیدونید اد بلاک چیه، خب براتون بگم. چرا یوتیوب رایگانه؟ چون تبلیغ نشون میده. اد بلاک هم یک اکستنشنی است، رو گوشی موبایل استفاده میشه، روی گوگل کروم و اینا هم استفاده میشه که تبلیغات رو حذف میکنه. حالا گوگل در جهت مبارزه با این قضیه اومده یک کاری کرده، یک پلتفرمشو برای اونایی که اد بلاک استفاده میکنن کند کرده، مورد دوم وقتی با اد بلاک فعال ویدیو رو باز میکنی بهت یک رزولوشن فقط ویدیو نشون میده. در استان کبک کانادا یک نوع باتری جدیدی برای خودروهای تمام برقی توسعه پیدا کرده به نام سدیم آیون به جای لیتیوم یونی یا لیتیوم آیون، الان سدیم آیون استفاده میشه که این باتری ارزونتره، طول عمر بالاتری داره و احتمال آتش سوزیش کمتره. اگر این اتفاق بیفته تاج پادشاهی چین از تولید باتری های ایوی یا همون الکترونیک ویکلز گرفته میشه. یک دستاورد جدیدی در مرحله توسعه قرار داره و در شرکت کانادایی تحت عنوان نورس وولت انتظار داره که بتونه این باتری رو توسعه بده تا بتونن اون رو وارد بازار بکنن. اگر همچین اتفاقی بیفته که قطعا روند مثبتیه برای خودروهای تمام برقی. حالا نسبت به این موضوع به تازگی بخشنامه واردات یا قانون واردات خودروهای تمام برقی بدون محدودیت‌های در نظر گرفته شده امضا شده و به تازگی جلال رشیدی کوچی استوریش کرده بود دیروز. یه نگرانی هست در مورد خودروهای تمام برقی داخل ایران. ببین استیشن شارژ اینا ندارن. بعد استیشن شارژ وقتی نداشته باشی سرعت شارژت خیلی کنده. حالا با تو اصلا تو خونم شارژش میکنی. اینا شعاع حرکتیشون حدود 300 کیلومتره.
و 300 کیلومتر در ایران خیلی مسافت کمیه. شما از تهران به کرمانشاه برید که شهر خودمه و مسافتش رو خوب بلدم، شما وسط راه باتری تموم میکنید و این خودرو خودرویی نیست که نفت بریزی توش، بنزین بریزی توش، راه بیفته. تو باید اینو بزنی به برق و بنزین زدن 1 دقیقه طول میکشه، شارژ این 8 ساعت طول میکشه. متوجه عرض بنده شدید مشکل کجاست؟ به صورت زیرساختی کشور آماده ای استفاده از خودرو برقیه، خارج شهر نیست، داخل شهر اوکیه، راحت تر میشه ماشینو نهایتا برقش تمام بشه یدکش میکنی دوباره میاریش خونه. یه کمی چیز مسخره ایه ولی خب واقعیت. دو تا محصولی که توی CES معرفی شدن و خیلی سر صدا کردن میخوام بهتون نشون بدم. یکی یک کیبوردیه به استایل کیبوردهای بلک بری اون زمان که شما به آیفونتون وصلش میکنید. یه قابه خب که آیفون میره داخلش و کیبورد فیزیکال به گوشیتون اضافه میشه. از لحاظ ظاهری خیلی مسخره است. این گوشی است اینقدر دیگه هم بهش کیبورد اضافه میشه، یعنی نگه داشتنش در دست یه مقداری سخت میشه، از طرف خیلی کشیده تر میشه، ولی اونایی که کیبورد سخت افزاری دوست دارن تجربه بسیار هیجان انگیز تری رو میتونن داشته باشن. به علاوه اینی که خب اگر خوب توسعه پیدا بکنه، نگاه کنین چقدر ظاهرش بامزه است، باحاله ها، ولی یه وسیله نیست به نظر من همیشه استفاده کنی. تو این قابه رو میندازی یه مدت استفاده میکنی، به دوستات نشون میدی، از ترند بودنم سری میفته و به زودی احتمالا تو بازار ایران ببینیمش دیگه. موضوع بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، یعنی آخرین خبری که در موردش میپردازیم، این گجت هست. اسمش R1 از برند رابیت. این چیه؟ رابیت یه استارتاپ در آمریکا، سیلیکون ولی. قیمتش $200. یه دستیار هوش مصنوعی برای شما. همونطوری که میبینید سمت راستش بالا یه دوربینه. این دوربینه چیه؟ این دوربینه 360 درجه میچرخه ولی به صورت آنالوگه، یعنی با دست میچرخونیش. اینم یه اسکروله، بازم به صورت دستی و آنالوگه، اونم یه دکمه است. پشت میدی صحبت میکنی با هوش مصنوعی و اون برات پاسخ میده. سیم کارت میخوره، رابط کاربریه، یعنی سیستم عامله، باهاش حرف میزنی اون پاسخ میده. یه گجت خیلی بامزه است، ولی میدونی به نظر من بیشتر الان اینو توسعه دهنده ها تهیه میکنن، میخرن روش کار میکنن تا ببینن چه چیز جدیدی رو میتونن بهش اضافه بکنن. عملکردش چیه؟ عملکرد خاصی نداره، یه دستگاهیه که باش صحبت میکنی، برات تلفن میزنه، پاسخ سوالاتتو میده، یه جور دستیار هوش مصنوعی که داره شخصی سازی میشه، میدونین؟ یعنی در مثل فیلم رد بود اگه اشتباه نکنم که طرف دستیار صوتی هوشمند شخصی داشت، یه گجت بود خرید. اینم هم همینه، یه گجت اختصاصیه که تو باهاش دوست میشی، بیشتر تو رو میشناسه، پرسونالیتی تو خاطرش میمونه و بهت آمار و اطلاعات میده. اینا اولین گجتایی بودن که به نظر من جالب بود که تو CES دیده شدن و بهشون پرداخته شد. حالا فردا پس فردا به ماشینا میپردازیم و اینور و اونور و فلان و بیسان و بهمان. توییت دیجیاتو. دومین گزارش کیفیت اینترنت کشور. وضعیت بد شبکه به خاطر اعمال محدودیت‌ها و فیلترینگ است. اینترنت در ایران پر اختلال، محدود و کند است. دومین گزارش کیفیت اینترنت در ایران که از سوی انجمن تجارت الکترونیک تهران منتشر شده با این جمله آغاز شده و طی چند ده صفحه به اثبات آن می‌پردازد. این انجمن در ادامه از عملکرد وزارت ارتباطات در زمینه توسعه تجهیزات فیلترینگ شکایت کرده است و گفته که سیاست جدید وزارت ارتباطات در دولت 13 مورد انتقاد است، سیاستی که به توسعه تجهیزات فیلترینگ در لایه اکسس و بین اپراتورهای همراه نیز پرداخته است. در پایان انجمن تجارت الکترونیک 13 درخواست مختلف کرده از نهادها و دولت‌ها که روی اینترنت کار بکنند. بسته‌های اینترنت ثابت هم همچنان تا 34% گران خواهد شد. به به، یک مصوبه جدیدی اومده که اینترنت ثابت هم 34% گران بشه. اونام نیاز به توسعه دارن. ناسا یک ایرانی را برای مأموریت شبیه‌سازی سفر به مریخ انتخاب کرد. در این مأموریت آقای کامک عبادی نمیدونم، آبیشک باگات و سوزان هیلیگ آریانا توسچیچ حضور خواهند داشت و 45 روز در یک زیستگاه به خصوص با هم در انزوا زندگی خواهند کرد. ایلان ماسک از عرضه دیش قابل حمل مینی استارلینک مینی تا اواخر سال 2024 اعلام خبر داد. یعنی شما تصور بکنید که
در آینده نچندان دور دیشای مینی قابل حملی خواهد بود برای اتصال به اینترنت ماهواره‌ای. جذابه. اتفاق عجیب در ماشین لباسشویی هوشمند LG، مصرف 3.7 گیگابایت اینترنت روزانه. What؟ یه کاربری متوجه شده که این لباسشویی LGش چقدر اینترنت مصرف میکنه. 3.7 گیگابایت روزانه. بذار من برم توی میزان دیتا. شرکت تحت عنوان دابل پوینت با معرفی اپلیکیشنی تحت عنوان واو ماوس ساعت هوشمند شما رو به موس تبدیل میکنه. خب این قابلیت پینچ که کلیک میکرد در اپل واچ اولترا قبلا در گلکسی واچ های سامسونگ هم بود، اما خب خوب پرزنتش نکرد. در نمایشگاه CES یک اپلیکیشنی معرفی شده که از طریق نصب اون رو ساعتتون تبدیل به پوینتر موس میشه. این خیلی چیز جذابیه. حالا میرم تستش میکنم حتما. در 7 ثانیه گوشی خودتون رو فول شارژ بکنید. ماجرا البته یک کمی تجاری تبلیغاتیه. برمیگرده به یک استیشن شارژ که اینجا میبینید گوشی رو میذاره طرف و تو 7 ثانیه چه اتفاقی میفته؟ یه پاور بانک براش تغییر میده. نگاه کنید پشت گوشی شما یه پاور بانک نصب میشه که یک کیت ساده داره با چسب پشت هر گوشی و هر قابی وصل میشه و بعدش یه باتریه که خیلی راحت با اتصال یه دونه کابل شارژ کوچولو به گوشیتون وصل میشه. حالا نکته باحالش چیه؟ اینو وقتی میذاری روی استیشن شارژ میاد باتری که استفاده شده رو اتوماتیک میده پایین، یه باتری جدید میده بالا. این عملکرد تو 7 ثانیه انجام میشه. در واقع میشه گفت تو 7 ثانیه پاور بانک تو شارژ میکنه. شدنیه دیگه. پاور بانکی که تو خشابش داره رو برات سوئیچ میکنه. جالبه. دیروز یه خبر مهمی که از دست دادیم پری روز بود فکر میکنم. ویکیپدیای فارسی 20 ساله شد. چند وقت پیش هم بهش پرداختیم توی خبر امروز، بخش در چنین روزی. و خب به همه عزیزانی که توی این مسیر در جهت رشد و توسعه علم کمک میکنن تبریک میگیم. در جریان باشید که ویکیپدیا هیچ اسپانسر مالی نداره جز خود افرادی که کاربرشن و دونیتش میکنن. نه ویکیپدیای فارسی، به صورت کلی ویکیپدیا در سراسر جهان. فناوری شارژ بی سیم از فاصله 20 سانتی متری در CES رونمایی شد. قطعاً بهش میپردازم و براش ویدیو میسازم. مایکروسافت با عبور از اپل با ارزش ترین کمپانی جهان شد. واو. یک استارتاپ چینی با نام بتا وولت مدعی شده باتری اتمی ساخته که به اندازه یه سکه است و میتونه تا 50 سال انرژی الکتریسیته تامین بکنه و با اتصال چندین تا اینا کنار هم دیگه طبیعتاً تا یک عمر خیلی زیادی گوشیتون شارژ میشه. خیلی خب، خبر امروز اینجا به اتمام میرسونم. خیلی طولانی شد، میدونم اخبار خیلی زیادن. دمتون گرم که حامی خبر امروز هستین. شبانه روز بسیار خوبی داشته باشید. 64 روز مونده به پایان عمر خبر امروز، ولی مطمئن باشید با یک محتوای مهمتر و با ارزشتر جایگزینش میکنم. حالا فرمش ممکنه در قالب ویدیو نباشه، یه چیز دیگه است، ولی به هر صورت دمتون گرم. شبانه روز بسیار خوبی داشته باشید. فردا میبینمتون.